به نام خدا سلام و درود فراوان خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین به مکتب هادی خوش آمدید با مضمون فیزیک سنف نهم در جلسه ششم در خدمت شما عزیزان هستیم خب شاگردای عزیز قبل از اینکه وارد دست شویم یک بار دیگه هم شماره واتساپ خودمان برای شما عزیزان اعلام میکنیم شماره رو یادداشت کنید و سوالات خود دانم برای ما روان کنید. شماره واتساب ما 09647802554013 شما می توانید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید. اما شهدای عزیز و نازنین فصل قبلی خلاص شد. فصل اول با موضوع حرکت یک بود. ما در این پس چی مطالبی را یاد گرفتیم در رابطه با تغییر موقعیت صحبت کردیم مسافت یاد گرفتیم تفاوت مسافت و تغییر موقعیت با همدیگه یاد گرفتیم سرعت تعریف کردیم واحد سرعت گفتیم سرعت متوسط حرکت مستقیم الخط منظم گفتیم و در آخر هم که در رابطه با شتاب یا تعجیل با شما عزیزان صحبت کردیم یک مثال بزنیم از شتاب یا تعجیل و وارد فصل دوم شویم خب به تخت سیا نگاه کنید فرض کنید که دیتای های زید به ما داده شده مثلا گفته که سرعت نهایی ما هسته سی متر بر ثانیه سرعت اولیه ما بوده شانزه متر بر ثانیه زمان نهایی ما بوده مثلا پنج ثانیه و زمان اولیه ما بوده سه ثانیه با توجه به دیتایی که به ما داده گفته شتاب را حساب کنیم خب فارمول شتاب چی بود شاید عزیز؟ فارمول به این صورت بود گفتیم که ا مساوی میشه با دلتای وی بر دلتای تی خب دلتای وی میشه وی دو منفی وی یک و دلتای تی هم تی دو منفی تی یک خب اطلاعات ما کافیه که جایگذاری کنیم شتاب مشهول مساهم میشه با. وی دو رو به ما داده سی وی یک هسته شانزده صحیح شد؟ تی دو برابر با پنجه و تی یک هم که سه ثانیه اینا رو از هم کم کنیم سی منفی شانزده برابر با 14 میشه 5 منفی سه هم که برابر با دو میشه 14 بر دو برابر با 7 متر بر مربع ثانیه میشه باز هم واحدش یا تا نره وقتی که مسائل فیزیک حل میکنید حتما واحدش در انتهای او باید بنویسیم اما وارد فصل دوم میشیم با موضوع احتزازات امواج و سعود در واقع یک نوع دیگری از حرکت ها قصد داریم با همدیگه بررسی کنیم که در جلسه ششم میپردازیم به مبحث احتزاز یعنی با حرکت احتزازی قراره که آشنا شویم پس با ما در این جلسه همراه باشید خب شایدای عزیز تا حالا شما وقتی که وزش باد اتفاق میفته به برگ درختان توجه کردید حتماً یا بیرق کشور عزیزمان افغانستان در موجودیت باد نگاه کردید یا یک مادر وقتی که طفل خود داخل گهواره قرار میده و ای گهواره را تکان میده شما به حرکت گهواره شاید توجه کرده باشید همه اینها نمونه از یک نوع حرکت هسته به نام حرکت احتزازی در واقع میگیم که احتزاز نوعی حرکت که رفتاری تکرار شونده یا رفت و برگشتی داره شما همان حرکت گهواره رو نگاه کنید میبینید که حرکتش رفت و برگشتیه و یک حرکت تکراری داره ما میگیم که این نوع حرکات به نام حرکات احتزازی برای ما شناخته میشه اما اگر ما بخوایم مشخصه های یک حرکت بدانیم نیاز داریم به یک وسیله دیگه خب یک وسیله در فیزیک داریم به رقاصه ساده خب برای که ما رقاصه ساده را ایجاد کنیم به چی موادی نیاز داریم یک گلوله فلزی یک تار یک متری مخ و کاغذ خب روی تخت نگاه کنید که ما این رقاصه ساده را باید چه قسمی ایجاد کنیم تا روی این رقاصه ساده بتانیم مشخصه های احتزاز با هم دیگر بررسی کنیم پس به تخت توجه کنید خب قصد داریم که یک رقاصه ساده ایجاد کنیم میگیم که یک تار یک متری داریم ای تار مایه در انتهای ای تار او گلوله فلزی را وصل میکنیم روی دیوار یک میخ میزنیم و ای تار به اون میخ وصل میکنیم صحیح شد و پشت از دیوار خودمان یک کاغذ قرار میدیم تا بتانیم که حرکات روی از اون رسم کنیم حالا وقتی شما این رقاصه را به حرکت در میارید مثل پاندول ساعت هست دیگه سعی شد حرکتش به این صورت دیگه یک بار به این نقطه میه و یک بار دیگه هم به این نقطه قرار میگیره خب ما این اسم این نقطه را ای میذاریم اینجا هم نقطه C هسته و این هم نقطه B خب توجه کن به نقطه C نقطه تعادل یا مبدع حرکت میگیم شد وقتی شما از اینجا رقاصه ساده به حرکت در میارین این رقاصه شما یک حرکت رفت و برگشتی داره یعنی به نقطه B میه به C برمیگرده دوباره به نقطه A ای میاید و دوباره این مسیر تکرار میکنه دیگه خب قصد داریم طبق از این شکلی که رسم کردیم طبق این چیزی که ایجاد کردیم به نام رقاصه مشخصه های احتزاز با هم دیگه بررسی کنیم اما اولین مشخصه ای که قصد داریم یاد بگیریم امپلیتود یا دامنه احتزاز هستن تعریف امپلیتود چی میشه شاگرد عزیز؟ بیشترین فاصله گلوله از نقطه تعادل را ما میگیم دامنه احتزاز یا امپلیتود روی تخت سیاه نگاه کنید تا ما دامنه احتزاز به شما نشان بدیم خب شاگرد عزیز گفتیم نقطه تعادل کدام نقطه؟ نقطه سیه دیگه سهی شد؟ خب تعریف امپلیتود چیه؟ بیشترین فاصله از نقطه تعادل وقتی شما به این حرکتی رقاصن نگاه کنید بیشترین فاصله نقطه B و بیشترین فاصله هم نقطه A هستن پس این فاصله یعنی فاصله BC و همچنین این فاصله یعنی فاصله CA را ما برابر با امپلیتود در نظر میگیریم یا دامنه احتزاز پس اولین مشخصه که ما یاد گرفتیم دامنه احتزاز تعریفش چیه؟ بیشترین فاصله نوسانگر ما یا جسم محتزز ما که در اینجا رقاصه ساده است از نقطه تعادل که نقطه C هست دومین مشخصه پریود یا زمان تناوب مدت زمانی که در اون مدت زمان یک دور احتزاز کامل انجام میگیره ما میگیم زمان تناوب یا پریود باز هم به تخت سیان نگاه کنید تا بیشتر تشریح کنیم این مثال خب تعریف پریود یا زمان تناوب چی بود؟ مدت زمانی که طول میکشید تا یک دور احتزاز کامل انجام بگیره خب شما روی شک نگاه کنید یک دور احتزاز کامل کی صورت میگیره وقتی که رقاصه شما یعنی قسمت گلوله فلزی از نقطه A به نقطه B و از نقطه B دوباره به نقطه A برگردن میگیم که یک دور کامل انجام میگیره ما زمانی که ای دور کامل انجام میگیره را به نام پریود یا زمان تناوب میشناسیم و با T هم نمایش میدیم سر شد پس T چیه زمان تناوب هستن خب واحد اندازه گیرش چیه؟ مشخصه چون در رابطه با زمان داریم صحبت میکنیم واحد اندازگیری زمان تناوب شاید عزیز ثانیه هستن پس هم یادتان باشه واحد اندازگیری ثانیه اما مشخصه بعدی چیه؟ مشخصه بعدی فریکونسیه که ما باید بازی آشنا شویم میگیم تعداد احتزازات کامل که در یک ثانیه انجام میگیره به نام فریکونسی یاد میشه باز هم به تخت سیا نگاه کنید تا مفهوم فرکانسی را بیشتر تشریح کنیم خب تعریف چی بود گفتیم که فرکانسی تعداد اهتزازات مکمل در یک ثانیه یعنی شما نگاه میکنید به این رقاصه که در یک ثانیه چند بار حرکت رفته برگشتی انجام میده مثلا در یک ثانیه اگر پنج بار حرکت رفت و برگشت انجام داد میگیم فرکانسی ما برابر با پنج فرکانسی را با اف نمایش میدیم پس میشه f مساوی با 5 f چی رو نشان میده فرکانسی تعریف فرکانسی چی بود تعداد اهتزازات مکمل در یک ثانیه اما واحد اندازه‌گیری فرکانسی چی هستن قبل از اینکه واحد اندازه‌گیری برای شما عزیزان بگیم یک نکته بسیار بسیار مهم داریم نکته چیه بین فریکونسی و زمان تناوب رابطه ای عکس وجود داره یعنی همیشه یادتان باشه که تی مساوی با یک بر f و اف هم برابر با یک بر تی هست دیگه در حل مثال در سنف های بعدی از این نکته خیلی خیلی استفاده میکنیم یادتان باشه زمان تناوب و فریکونسی رابطه ای عکس دارن خب حالا طبق این نکته که گفتیم به نظر شما واحد فرکانسی چی میتونه باشه ما واحد زمان تناوب گفتیم چیه ثانیه است دیگه شد خب حالا واحد فرکانسی چی میتونه باشه چون عکس زمان تناوب پس واحد از این چی میشه عکس ثانیه میشه دیگه که ما واحد فرکانسی را که عکس ثانیه میشه با نام هرتز میشناسیم دیگه پس از این به بعد واحد اندازهگیری فریکونسی چی شد؟ عکس ثانیه که ما بعضو چی میگیم؟ هرتز گفتم بشه دیگه صحیح شد؟ یه یعنی هم از مشخصه بعدی که ما باید در رابطه با رقاصه ساده بدانیم اما مشخصه بعدی که باید یاد بگیریم زاویه انحراف هم. زاویه انحراف چیه؟ زاویه ای که بین حالت تعادل و انحراف اعظمی ایجاد میشه. خب این زاویه را ما روی تخت سیاه به شما نشان بدیم تا شما با این زاویه آشنا بشید. خب شاگرد عزیز میخوایم زاویه انحراف نشان بدیم. نقطه C میشه نقطه تعادل و این خط ما هم خط تعادل دیگه. صحیح شد؟ زاویه ای که بین خط تعادل و بیشترین انحراف یعنی انحراف اعظمی ایجاد میشه زاویه انحراف پس میگیم که این زاویه و همچنین این زاویه به اینها میگیم زاویه انحراف دیگه پس یاد گرفتین دیگه یه قسمت میشه زاویه انحراف و همچنین این قسمت زاویه انحراف چرا زاویه انحراف چون بیشترین فاصله بین نقطه تعادل و انحراف اعظمی هست دیگه اما شایرده عزیز و نازنین ما باید بتانیم که پریود یک رقاصه ساده را محاسبه کنیم زمان تنابش حساب کنیم یک رابطه در کتاب درسی آمده ما این رابطه را بدون اثبات به شما میگیم چون که اثباتش فراتر از حد کتاب درسیه و شما فقط این فارمول باید بدانید فرمول به چه صورته؟ فرمول به این صورت T مساوی با دو پای در جذر L بر G خب اعضای فرمول روی تخت سیاه با هم دیگه تشریح کنیم دیگه خب فرمول به چه صورت T مساوی میشه با دو پای در جذر L بر G خب حالا میخوایم ببینیم اینا چی هستن تی که مشخصه تی را یاد گرفتیم تی زمان تناوبه دو که مش عدد ثابته پایم که شما میدانین سه اشاره چارده دیگه ال چیه؟ ال طول تار شمایه سعی شد؟ پس ال میشه طول تار و واحد اندازه گیریش هم متره حواستن باشه عدد مثال طول تار بر اساس سانتی داد شما اون را به متر تبدیل کنید اشتباه نکنید جی چیه؟ جی شتاب جاذبه شتاب جاذبه خب مقدارش چقدر؟ قبلا هم یاد گرفتیم که جی برابر با ده متر بر مربع ثانیه است دیگه این مقدارش هم حفظ کنید یادتون باشه در مثال ها دیگه مقدارش شاید به ما ندن باز سر امتحان نگین که جی مقدارش چند بود یادتون باشه جی مقدارش ده متر بر مربع ثانیه پس از این فرمول ما میتونیم پریود یا زمان تناوب یک رقاصی ساده را محاسبه کنیم خب چند تا سوال در این قسمت حل کنیم تا بیشتر با این فرمول آشنا شویم سوال اول پریود یک رقاصه ساده را که طول رقاصه آن 10 سانتی متر هست و دست آورید قیمت جیرم به ما داده 10 متر بر مربع ثانیه خب این سوال با هم دیگه حل کنیم روی تخت سیاه خب از ما چی خواسته؟ پریود یک رقاصه را خواسته یعنی مجهول ما تی هسته سعی شد طول رقاصه رو به ما داده گفته این مسایه با ده سانتی متر و ما یاد گرفتیم که این طول باید حتما به متر تبدیل کنیم 10 سانتی متر برابر با صفر یک متر است دیگه صحیح شد و جیر که قیمتش به ما داده جی مسایه با 10 متر بر مربع ثانیه خب فارمول چی بود شاگرد عزیز؟ فارمول به این صورت بود T مسایه بود با دو پای در جزر ال بر جی خب جای رو انجام میدیم تی اچهوله کار نداریم دو عدد ثابت پای هست و قیمتش سه اشاریه 14 خب. ال طول تار ما بود 0 اشاریه یک جی هم که قیمتش 10 بود خب اختصار انجام بدیم این ده شما اگه به صورت انتقال پیدا بدین برابر با صفر اشاری یک میشه و تحت جذر اگه شما بگیرین صفر اشاری یک میشه دیگه صحیح شد خب حالا این را ضرب انجام بدیم دو ضرب در سه اشاری چهارده اگه شما انجام بدین دو چار هشت دو ضرب در یک دو دو ضرب در سه هم که برابر با شش میشه دو تا ممیز اینجا داریم دو تا اشاریه دو... یک اشاریه هم اینجا داریم که سه تا میشه پس میشه صفر اشاره 628 واحدش هم که ثانیه یا یادتان باشه پس شد از حل این سوال سوال بعدی رو با هم ببینیم گفته طول یک رقاسه که دوره تناوب آن تی مسای با دو ثانیه است چند متره اینجا دوره تناوب به ما داده و طول رقاسه را از ما خواسته باز هم همان فرموله و این فرمول رو قصد داریم با هم دیگه حل کنیم خب اطلاعات مسئله رو ببینیم طول رقاصه ساده از ما خواسته پس ال مجهول سواله دوره تناوب به ما داده تی مسایی با دو ثانیه اطلاعات بعدی که به ما داده پای مربع رو داده پای مربع برابر با 10 مقدارش هسته خب با توجه به اطلاعاتی که به ما داده گفته سوال حل کنید خب فارمول می فرمول به این صورت میگیم که تی مساوی میشه با دو پای جزر l بر جی خب حل میکنیم تی رو به ما داده دو ثانیه اما وقتی ما میخوایم که طول تاره یا طول رقاصه رو دریافت کنیم میبینیم که تحت جزره از همینجا راهکار ساده ای که برای محاسبات هسته اینه که دو طرف به توان دو برسانیم تا خیال خودمان راحت کنیم خب هر دو طرف اگه شما به توان دو برسانید تی به توان دو میشه تی مربع دو به توان دو میشه چهار پای به توان دو میشه پای مربع و تحت و جز ال بر هم که به توان دو برسانید جزش هست میشه دیگه پس میشه ال بر جی دیگه خب جایگذاری ها رو انجام میدیم تیر به ما داده دو به توان دو میرسانیم دو به توان دو چهار داریم پای به توان دو رم قیمتش رو داده ده دیگه چون پای قیمت اصلش هست سه اشاره به توان دو که میرسانیم تقریبا برابر با ده میشه دیگه چهار ضرب در ده ضرب داره خب ال مجهوله و جی هم قیمتش دهه خب الان اختصار انجام میدیم این ده با این ده خط میخوره این سمت مساوات میشه دو به دو این سمت هم میشه چهار ال دیگه خب این چهار هم که در واقع همان دو به دو پس این چهار با دو به دو اختصار میشه پس در نتیجه ال شما که طول تاره برابر با یک متر میشه باز هم واحدش یادتان نره دیگه ال برابر با یک متر یه هم از حل این سوال سوال بعدی رو ببینیم گفته که رقاصه ساده به طول یک متر در حال احتزاز دوره تناوب این رقاصه را بسنجید این سوال به عنوان کار خانگی و شما عزیزان مسباریم به شماره 2964 و ۲۵۵ 40 سزده برای ما روان کنید و مشابه سوال قبل هسته دیگه سوال بعدی رو ببینیم سوال قشنگیه گفته کتله رقاصه ساده را چهار برابر میکنیم دوره تناوب آن چند برابر می شود به نظر شما شاگردای عزیز طبق فرمولی که گفتیم اگر کتله رو شما چهار برابر کنید دوره تناوب چند برابر میشه چی تغییر می‌کنه؟ با هم دیگه سوال ببینیم خب فرمول چی بود T مساوی با دو پای در جذر ال بر جی خب آیا شما در این فرمول کتله میبینید؟ ما برای محاسبه دوره تناوب آیا از کتله استفاده میکنیم؟ خیر تنها چیزی که در دوره تناوب نقش داره طول تار و شتاب جاذبه یعنی اگه طول تار شما چند برابر کنید تغییر بدین دوره تناوب تغییر میکنه اما کتله نقشی نداره پس جواب این سوال میشه دوره تناوب تغییری نمیکنه دیگه چون در محاسبه دوره تناوب اصلا کتله نقشی نداره سوال بعدی رو ببینیم گفته که طول رقاصه ساده را چار برابر میکنیم دوره تناوب آن چند برابر میشود خب این سوال با هم دیگه حل کنیم ببینیم که دوره تناوب چند برابر میشه خب شاگردای عزیز طبق فرمول تیم مسابقه با دو پای جزر البرجی شما میبینید که دوره تناوب و طول تار بستگی داره دیگه صحیح شد و همچنین میبینیم که طول تار ما هم تحت جزره دیگه پس شما اگر اینجا طول تار چهار برابر کنید وقتی که تحت جزر میره جزر چهار چند میشه؟ دو میشه دیگه پس دوره تناوب شما هم دو برابر میشه صحیح شد؟ پس این هم از حل این سوال و یادتان باشه که در دوره تناوب فقط طول تار و شتاب جاذبه نقش مهم داره دیگه خوش های عزیز و نازنین درس امروز ما هم خلاص شد ما در این جلسه با حرکت احتزازی آشنا شدیم حرکت برگ درختان در موجودیت باد حرکت بیرق کشور عزیزمان حرکت گهواره یا یک طف که روی گازک قرار گرفته در حال بازی کردن است اینها نمونه هایی از حرکت احتزازی هسته و ما با یک وسیله به نام رقاصه در فیزیک آشنا شدیم که این رقاصه میتونه حرکت احتزازی رو برای ما نمایش بده با مشخصه های احتزاز آشنا شدیم فریکونسی، زمان تناوب، زاویه انحراف و همچنین رابطه محاسبه پریود یا زمان تناوب یک رقاصی ساده رو با هم دیگه یاد گرفتیم خب اگر سوالی دارید شاید عزیز در رابطه با درس امروز ما به شماره 2964 780 255 برای ما روان کنید درس امروز ما هم خلاص شد تا یک درس دیگه همه شما عزیزان عزیزانه بلای پاک میسپاریم موفق و سربلند باشید